به همراه میشیم ماسی امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. خانم امینی، خب به نظر میرسه که تعدادی از زنان راضی نبودن که برن پیش پزشک مرد و حالا میبینیم که این تعداد زنان که شاید در اقلیت هم باشن شرایط رو جوری کردن که میخوان یه تغییراتی در این زمینه داده بشه. چرا ما شاهد همچین مسئله هستیم؟ به نظر میرسی که این تعدادی زنانی که در خبر هم بهش اشاره شده بهانه ای هست برای اینکه در واقع یک عده ای از جمله آقای پاکمهر که به نظر میرسه بیشتر داره در حال دلبری برای اون بدنه ای از حاکمیت که خواهان تفکیک جنسیتی، خواهان در واقع محدود شدن بسیاری از مسائل برای زنان هستن، داره برای اونها خوش رقصی میکنه. از طرف دیگه به نظر بازم نمی‌رسه که این مسئله خواسته چند زن بهانه‌ای باشه، بهانه اصلی این موضوع باشه. برای اینکه شما ببینید خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران هست، نماینده‌ای در مجلس هم که این موضوع رو، این کارزار رو دنبال می‌کنه و در واقع حواشی اون رو گسترده‌تر می‌کنه، او هم سابقه حضور در سپاه رو داره و بنابراین به نظر می‌رسه این نتورک سپاه، نمایندگان در واقع محافظه کار افراطی مجلس و بدنه از حکومت دارن با هم دست به یکی میکنن برای اینکه هر چه بیشتر این شعار رو به عمل برسونن که داعش رو در سوریه و عراق دنبال نکنید، داعش همینجا در قلب تهران، در قلب مجلس شورای اسلامی حضور داره و داره همون خواسته ها رو پیش میبره. بله، خب آیا این میتونه مقدمه برای جداسازی جنسیتی باشه که جمهوری اسلامی سالهاست به دنبالش بوده؟ ببین، مسئله تفکیک جنسیتی دانشگاه‌های پزشکی، حتی با تفکیک جنسیتی سایر دانشگاه‌ها مثل دانشگاه علوم انسانی یا دانشگاه‌های مثل دانشگاه الزهرا متفاوت هست. این یک طرح شکست خورده هست. ما سال‌ها پیش دیدیم که در شهر قم دانشگاه قم اومد دانشگاه علوم پزشکی ویژه زنان تأسیس کرد. چقدر سال‌های بعد از اون شاهد حتی اعتراض‌ها، اعتصاب‌های دانشجویان اون دانشکده بودیم که از نبود امکانات برای آموزش ویژه پزشکان زن اعتراض می‌کردند. چقدر زنانی بودند که در واقع ناراضی از محصول چنین دانشگاه‌های تک جنسیتی بودند. بنابراین این پروژه با توجه به شرایط اقتصادی امروز یک پروژه از پیش شکست خورده هست. اما اینکه چرا سپاه پاسداران، چرا نمایندگان مجلس در چنین شرایطی دوباره میان یک طرحهای شکست خورده ای رو دوباره باز میکنن، این سوالی هست که واقعا هیچ پاسخ روشنی براش وجود نداره، جز این که بخشی از حاکمیت که الان در قدرت مطلق هست، مجلس رو به دست داره، قوه مجریه رو به دست داره و بخشی از بدنه بیت رهبری و سپاه پاسداران رو به دست داره، در واقع میخواد اون اصول افراطی ترین سنت اسلامی رو در عمل محقق کنه و این متاسفانه به نظر میرسه که قدرتش رو هم دارن. اگر ما یک روزی ببینیم این رو به تصویب هم رسوندن خیلی تعجب نمی کنیم. تنها راهش اینه که در برابرش مقاومت بشه، آگاهی سازی بشه و مردم به چنین خواسته های احمقانه تن ندن. ممنون. چون این جز بازی با جان مردم هیچ در واقع نتیجه دیگه ای نخواهد داشت. مسئولیت جان زنانی که ممنون. در واقع چنین پزشکانی در مجلس براشون تصمیم میگیرد. متشکرم از شما آسیه. متشکرم. به بخش زمان بسیار کوتاه. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ.